بعد از آن شب، نوشته مرجان شیر محمدی. قسمت اول. سلوی. تازه از فرنگ برگشته بودم. به اصرار مادرم که مدتی بود در نامه‌هاش گله می‌کرد که تنها و بیمار است و با این همه سن بی‌وفا ماندن در کشور غریب را به مادر پیر و تنها و بیمارم ترجیح می‌دهم. من هم که درسم را تمام کرده بودم و دیگر انگیزه‌ای برای ماندن نداشتم، تصمیم گرفتم برگردم. خرت و پرت‌هایم را بخشیدم به دوستام و خانه نقلی و کوچکم را به صاحب خانه ام تحویل دادم و با 2 تا چمدان برگشتم به وطن. مقداری هم پسنداز در بانک داشتم که با خودم آوردم. مادرم که ذوق و شوق فراوانی از برگشتن من داشت، مدام دور من میچرخید و توی پوست خودش نمیگنجید. چند روزی از برگشتنم نگذشته بود که اصرار کرد یک خانه بخرم. منظورش را میفهمیدم. میخواد تا آنجا که میتوانست پایبندم کند تا احتمال برگشتنم به فرنگ به صفر برسد و حتما میخواست بعد از آن هم برایم زنی دست و پا کند. پسرخاله‌اش را هم دنبال من روانه کرد، چون که فکر میکرد ممکن است سر پسرش کلاه بگذارند. به این ترتیب من به اتفاق پسرخاله مادرم احمد آقا راه افتادیم. این بنگاه و آن بنگاه سر زدیم تا خانه مناسبی برای من پیدا کنیم. آن خانه هایی که من میپسندیدم قیمت های بالایی داشت که با پول من جور در نمی آمد و آن خانه هایی که قیمت مناسبی داشت را من نمیپسندیدم. حدود 1 ماهی گشتیم و پسر خاله مادرم که تقریبا همسن و سال مادرم بود پا به پای من می آمد و حسابی از خودش مایه می گذاشت. البته پس از 1-2 هفته اول من که فکر می کردم تا حدودی به قضایا وارد شده ام، از او خواهش کردم خودش را به زحمت نیندازد. ولی احمد آقا می گفت که به مادرم قول داده است مرا صاحب خانه کند. می گفت من به امینه قول دادم که تو را صاحب خانه کنم، بعدش هم برات یه زن بگیرم. خانه پدریم انقدر جا داشت که من به راحتی زندگی کنم، ولی مادرم اصرار داشت که این کار را بکنم تا هم پولم نفله نشود و هم پایم بند شود. یکی از روزهای ماه دوم گشت و گذارمان بود که در کوچه‌ای چشممان به تابلوی افتاد که روی در خانه قدیمی ساز حیاطداری نصب شده بود. روی تابلو نوشته شده بود این خانه به فروش می‌رسد. خانه قدیمی تر از این حرف‌ها بود که بخواهد نظرم را جلب کند. ولی خب شاید بیشتر از روی کنجکاوی در زدم. هوا خیلی داغ بود، ظهر یکی از روزهای چله تابستان. مدتی ایستادیم تا اینکه صدای زنی را شنیدیم که می گفت کیه؟ اومدم. احمد آقا گفت خواهر بی زحمت در رو باز کنین، اومدیم خونه رو ببینیم. بعد از 1 دقیقه در باز شد. در چوبی قدیمی که رنگ و رویش بر اثر گذشت زمان از بین رفته بود. حواسم پیش در کهنه و رنگ رو باخته بود و رفته بودم توی حس و حال سالهای کودکی و درهای قدیمی که توی محله های سالهای کودکیم دیده بودم که ناگهان زن جوانی از پشت در پیدا شد. چشمهای درشت و خماری به رنگ یشمی داشت و ابروهای پرپشتی که روی آن چشمها سایه انداخته بود. لبهای قلوه‌ای، پوستی صورتی و دماغی سربالا و کشیده داشت. وه که چقدر این موجود زیبا بود. گفتم سلام خانم، ببخشید مزاحم شدیم. احمد آقا که تسبیح میانداخت چشمهایش را پایین انداخته بود و با خجالت زدگی از اینکه سر ظهر مزاحم شدیم عذرخواهی میکرد. زن به هر دوی ما نگاه انداخت و همچنان جلوی در ایستاده بود. بعد دستش را بلند کرد و طنابی را که بالای در بود کشید. صدای زنگوله‌ای از حیاط بغلی شنیده شد
و پس از مدت کوتاهی مردی حدود 40 ساله از خانه همسایه آمد بیرون. به سمت ما آمد و گفت: خواهش میکنم بفرمایین تو. زن با رخوت خودش را کنار کشید و گفت: بفرمایین. مرد پشت سر ما وارد حیاط شد. وارد یک هشتی شدیم. از پله ها پایین رفتیم و به حیاط رسیدیم. دیگر یادم رفته بود برای چه کاری با آن خانه آمده ایم. با گیجی و منگی اتاقهای تو در توی قدیمی را نگاه می کردم ولی نمی دیدم. گر گرفته بودم. یک لحظه چشمم به دستش افتاد که از زیر چادرش در آمد و دری را باز کرد. نگاهم دستش را دنبال کرد تا دوباره زیر چادر غلتید. خانه ساکت بود. همه اتاقها زیر زمین و پشت بام را دیدیم. جز یک اتاق که درش بسته بود. احمد آقا سوال کرد که علتش چیست؟ زن جواب داد: مریض خوابیده. اون اتاقم یه چیزیه مثل همه اتاقای دیگه. فرصتی شد تا دوباره نگاهش کنم. چیزی به در و دیوار قلبم میکوفت. نگاهش بیتاب و آشفته بود. طره مویی از زیر چادر کدریش بیرون زده بود و روی پیشانی بلندش افتاده بود و حالتی رویایی به چهرهش داده بود. به پایین نگاه میکرد. مردمک چشمهاش دودو میزدند. یک جور خستگی در آن وقار پیچیده در اندامش موج میزد. حرکاتش به نظرم نوعی حرکات موزون می آمد که انگار موسیقیش را فقط خودش می شنید. موسیقی که از درون وجودش سرچشمه می گرفت. احمد آقا گفت: خونه مساحت داره، فقط کم قدیمیه، کلنگیه. زن با بی‌حوصلگی گفت: همینه دیگه، ظاهر و باطن. احمد آقا گفت: ما هم نگفتیم بده خواهر، فقط گفتیم قدیمیه. حالا مشورت میکنیم، اگه مقبول آقا افتاد. و مرا نشان داد: خدمت میرسیم. در آن لحظات دلم میخواست حرفهاش طول بکشد. هرچه به مغزم فشار آوردم که سؤالی به نظرم بیاید و به این ترتیب بیشتر آنجا بمانیم، چیزی به ذهنم نرسید که نرسید. ناچار خداحافظی کردم و راه افتادیم. مرد سیبیل کلفت همسایه هم پشت سر ما راه افتاد. زن ما را تا هشتی بدرقه کرد. یک مرتبه چشمم افتاد به کنتور برق که به دیوار هشتی بود. انگار جرقه‌ای در ذهنم زده شد. برگشتم به سمتش و پرسیدم: ببخشید، این خونه چند تا کنتور داره؟ هنوز جمله‌ام تمام نشده بود که متوجه سؤال احمقانه خودم شدم. گفت: می‌بینین که یه کنتور؟ من هم با دست پاچگی گفتم: بله بله، خداحافظ شما. و به این ترتیب از آن خانه بیرون آمدیم. در طول راه هرچه احمد آقا می گفت نمی شنیدم. حرفاش به نظرم اصفات بی مفهومی می آمد که در آن لحظات فقط مزاحم افکارم بود. به خانه رسیدیم و مادرم بساط نهار را چید. غذایی درست کرده بود که من 15 سال بود نخورده بودم. خورشت فسنجان. تفلک با چه ذوق این غذا را پخته بود و انتظار داشت من با دیدنش بالا و پایین بپرم که نپریدم و اصلا نفهمیدم که دارم چی میخورم. بالاخره مادرم طاقت نیاورد و گفت: ببینم، مگه تو هم من خورشت فسنجون نخواسته بودی؟ مگه نگفته بودی 15 ساله که خورشت فسنجون نخوردی؟ و چرا اینجوری بی اشتها میخوری پسر جان؟ عذرخواهی کردم و رو کردم به احمد آقا و گفتم: احمد آقا، من از این خونه خوشم اومده. یه سری تعمیرات لازم داره ولی من به آپارتمان‌های فرنگی مآب ترجیحش میدم. فقط باید ببینیم که از نظر قیمت چه جوریه. احمد آقا گفت: زنه که حرفی نزد، یعنی گفت نمیدونم، فردا بیان با وکیلمون صحبت کنی. این حرف را من نشنیده بودم که البته تعجبی هم نداشت. به احمد آقا گفتم: تنها تون خونه به اون بزرگی زندگی میکرد؟ تنهای تنها؟ احمد آقا هم مثل من خبر نداشت. از کجا می دانست که توی آن خانه چند نفر زندگی می کنن؟ ساعت 3 بعد از ظهر بود و من بایستی حداقل تا عصر فردا صبر می کردم. تمام بعد از ظهر آن روز خودم را حبس کردم توی اتاقم و با کتابهایم ور رفتم. شب هم شام نخوردم و مادرم فکر کرد مریض شدم، چون نهار را هم با بی‌اشتهایی خورده بودم.
خاطرش را جمع کردم که هیچی نیست و فقط کمی خسته هستم. مادرم گفت فردا صبح میخوام برم قم تا نذری رو که بر برگشتن تو پیش حضرت معصومه کرده بودم ادا کنم. و بعد هم شروع کرد برای من از مشکل گشایی ائمه گفتن و اینکه چقدر حاجت میدهند و توی این دنیا دست به دامن هیچ کس نباید شد جز خدا و ائمه‌اش. و من هم مدام توی فکر آن یک جفت چشم بیقرار و آن طره موی روی پیشانی بودم. شب بعد از تمام کردن یک پاکت سیگار بالاخره خواب به چشمم آمد. ولی چه خوابی، کاش اصلا نمی آمد. مدام غلط زدم و عرق ریختم. نمی دانم چه مرگم بود. تا صبح توی خواب با خودم کلنجار می رفتم. خواب دیدم که دور اون حیات با آن چادر رنگ رو باختش می دود و نفس نفس می زند. از خواب می پریدم و وقتی دوباره چشمم گرم می شد همین خواب را می دیدم. نزدیک صبح بود که خواب دیدم توی حیات رخت می شوید و روی تناب آویزان می کند. وقتی رخت ها را از توی حوض در می آورد و تکان می داد، قطرات آب توی هوا پخش می شد و به سر و صورت و گونه های قشنگش می نشست. مرا می دید ولی انگار نمی دید. کار خودش را می کرد. رفتم به سمتش. پرسیدم توی خونه به این بزرگی تک و تنها چی کار می کنی؟ نگاهم کرد و گفت تنها؟ صبح که از خواب پا شدم مادرم رفته بود قم. نزدیک های ظهر بود که احمد آقا تلفن زد و گفت مادر دامادش مرده و امروز نمیتواند بیاید. کلافه شده بودم. طول اتاق را 100 دفعه رفتم و برگشتم. اصلا شاید اگر همانقدر راه را مستقیم میرفتم تا قم میرسیدم. وقتی به خودم آمدم دیدم که 3 ساعت از توی اتاق راه میروم. بالاخره تصمیم گرفتم خودم بروم. رفتم دوش گرفتم. صورتم را اصلاح کردم. لباس پوشیدم و راه افتادم. توی راه مدام خدا خدا می کردم که با دیدنش حرفهایم یادم نرود. تصمیم گرفته بودم از او خواستگاری کنم. از خودم تعجب می کردم. چطور ممکن بود یک شبه راجب ازدواج تصمیم بگیرم؟ آن هم من که 15 سال با آن همه دخترهای رنگ و رنگ فرنگی سر و کله زده بودم و هیچ وقت دچار وسوسه ازدواج نشدم و همیشه فکر میکردم ازدواج شوخی نیست، باید با فکر و منطق و حواس جمع باشد. ولی میدیدم برعکس، از وقتی این زن را دیدم حواسم پرت شده است. اولش با خودم گفتم، به او میگویم خانم من برای دیدن خونه اومده بودم ولی چشمم چیز دیگری رو گرفت. بعد با خودم گفتم اینم از اون حرف هاستا. اون فرشته بیبال رو با اون خونه مقایسه میکنی؟ اصلا این حرف مال یه آدم جنتلمنه. بعد تصمیم گرفتم فقط راجب خانه صحبت کنم و دلم را فقط به دیدن دوبارهش خوش کردم. ولی میبایست دست کم از این مسئله سر در میآوردم که پدر و مادر دارد یا نه و با چه کسی در آن خانه زندگی می کند. به در خانهش رسیدم. در زدم. مرد سیبیل کلوفتی که عصای خاتمکاری در دست داشت و عینکی هم به چشم در را به رویم باز کرد. من که انتظار داشتم مثل دیروز از پشت آن در 100 ساله او ظهور کند جا خوردم. سلام کردم و گفتم که دیروز خانه را دیدم و قصد خریدش را دارم. مرد که دوست داشت مثل کارآگاه ها رفتار کند زیر چشمی به من نگاه انداخت و رفت کنار تا بروم تو. نمیدانم فاصله 8 دی تا حیات را چطور گذراندم. حتی نزدیک بود از پله ها بیفتم پایین که مرد دستم را گرفت و گفت دقت کنین آقا، و بعد دوباره با چشم های ریزش براندازم کرد. با یک نگاه تمام حیات را دیدم. اثری از او نبود. پرسیدم جنابالی صاحب این ملک تشریف دارین؟ گفت خیر آقا، بنده وکیل آقا هستم. پیش خودم فکر کردم آقا؟ پس یک آقایی توی این خانه هست. بعد فکر کردم ممکن است مرده باشد. پس گفتم آقایی که می فرمایین در قید حیاتند؟ وکیل گفت بله آقا،
البته ایشون مریض احوالند و بیزاق و زوق. با این حال مزاجی که دارن این خونه بزرگ به دردشون نمیخوره آقا. تصمیم گرفتن بفروشن. گفتم حالا ایشون تشریف دارن تا زیارتشون کنم و درباره خونه هم صحبتی کنم؟ گفت بنده که عرض کردم وکیل ایشون منم. اصلا به خاطر همین اینجا. به بهانه اینکه یک بار دیگر میخواهم نگاهی بیاندازم به خانه، دور حیاط چرخیدم. اتاقها همه دور تا دور حیاط بود. اصلا آن خانه با آن سبک معماریش و با آن وسعتش برای منی که 15 سال در فرنگ توی یک آپارتمان 50 متری زندگی کرده بودم چه مفهومی داشت؟ پیش خودم گفتم جدن این خانه بدون وجود آن حوری هیچ روحی ندارد. زیر جلکی توی اتاقها را نگاه می کردم ولی اصلا از او خبری نبود. فکر کردم نکند تمام اینها توهمات من بوده. توی همین فکرها بودم که صدای وکیل را شنیدم که می گفت جنابالی عیالوار تشریف دارین؟ گفتم خیر بنده مجردم. گفت این خونه رو برای خودتون می خواهی؟ جواب دادم بله. گفت فهمیدم. می خواهید بکوبین یا مجموعه بسازین؟ بله. گفتم خیر. با تعجب نگاهی به من کرد و گفت پس تنهایی تو این خونه درندش میخوایی زندگی کنی؟ گفتم بله، البته مادری دارم که اگه حاضر بشه خونه خودشو ول کنه میارمش اینجا. در غیر این صورت من میمونم پیش مادرم چون تنهاست و این خونه رو فعلا به حال خودش میذارم. صدای سرفه ای از آن طرف حیاط به گوشم رسید. صدای سرفه پیر مردی بود. مطمئن شدم صاحب خانه توی همان اتاقی بود که زن جوان حاضر نشد به ما نشان بدهد. به وکیل گفتم مثل اینکه آقا توی اون اتاق تشریف دارن، اگه میشه بریم یه احوال پرسی هم بکنیم. وکیل گفت خیر، آقا این ساعت روز استراحت میکنن، اگه اجازه بدین این کار رو به وقت دیگه ای موکول کنیم. گفتم هر چه شما بفرمایین. پس حالا بریم سر اصل مطلب، راجب قیمت این خونه بگین. مرد اول در مورد زمین و اینکه تلاست و آینده درخشانی دارد سخنرانی کرد که من هیچ کدامش را نفهمیدم و بعد هم با مقدمه ای که ساخت به سمت قیمت رفت. من مرتب به این طرف و آن طرف نگاه می کردم و حواسم پیش مرد وکیل نبود. پرسیدم توی این خونه چند نفر زندگی می کنند؟ همانطور که گفتم دوست داشت شبیه کاراگاه باشد تا وکیل. دوباره سر تا پام رو برانداز کرد و گفت 2 نفر آقا. پس دختر و پدر تنها در این خانه زندگی می کردند. پیش خودم فکر می کردم اگر با من ازدواج کند نمی گذارم از اینجا بروند. اتاق که زیاد است. که دوباره صدای سرفه های پیر مرد به گوشم رسید. دیدم در همان اتاقی که صدای سرفه از آنجا می آمد درش باز شد و زن جوان با لگنی در دست از آنجا بیرون آمد. قلبم داشت از قفسش بیرون می زد. دست هام شل شده بود. احساسی به مراتب وخیم تر از روز قبلش داشتم. زن از پله ها پایین آمد و وارد حیاط شد. به من نگاه انداخت و سلام کرد. نمی دانم جواب سلامش را دادم یا نه که وکیل با آن شکم گنده و سبیل های تاب دادش عصا زنان آمد درست جلوی من ایستاد و دیدم که یک مرتبه به جای آن آهوی زیبا آن مردک با آن ریخت منحوسش جلوی چشمم سبز شد. من هم بی اختیار یک قدم آن طرف تر گذاشتم تا بتوانم او را ببینم.